Radio mamnoe. رادیو ممنوعه سلام عرض کنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم ضمن این رو بگم که برای حفظ به روی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به کانال تلگرام ما که آیدی رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید هنوز شامم تموم نشده بود که بازم صدای داد و بیداد ایوب بلند شد نمیدونم چرا این چند وقته مدام با زن و بچه دعوا میکنه صدای تلویزیون رو زیادتر کردم که نشنوم بی حوصله دراز کشیدم روی مبل جلوی تلویزیون ولی صدای ایوب هم بالاتر رفت تا دیروز پرستار و خدمتکار پیرزنه بودیم لابد از امروزم نوکر پسرش شوکه شدم منظورش ماییم مامان که تا روز آخر روی پای خودش بود حتی نمیذاش منم خرید کنم منم که غیر از احترام کاری نکردم پس چرا باید همچنین حرفی بزنه حرفای ندا همسرش بیشتر شو کم کرد چرا داد میزنی بس کم آبروزی کن یه سال و نیمه که توی خونهشون نشستیم و یه ریال کرایه ندادیم به جای تشکر حالا طلبکار شدی البته مامان گفته بود ایوب چند وقتیه که کار درست حسابی نداره کرایه نداده منتها فکرشو نمی نمیکردم که یه سال و نیم بوده صدای ایوب بازم بالاتر رفت لابلای حرفاش دو سه تا توهین دیگه کرد و عصبی شده بودم میخواستم برم در خونهشون ولی باز یاد حرفای مامان افتادم که چقدر ندار رو دوست داشت سعی کردم خودم رو به نشیندم بزنم شاید به خاطر فشار زندگی چون کار درست حسابی نداره فکر میکنه حالا که مامان فوت کرده بیرونشون میکنم بعد از کلی فکر به این نتیجه رسیدم که با توجه به شرایط خودم و کارم پول پیششون رو برگردونم شاید به زخمی بزنن بگم همینجا بشینین اینجوری هم خیارشون راحت میشه هم لطف و محبت به مامان جبران میشه پنجشنبه است که برگشتم خونه دیدم دارن میرن بیرون سلام علیکی کردم و از اوضاع کارش پرسیدم ولی انگار سر دعوا داشت نخواستم بی خودی روزشون رو خراب کنم لبخندی زدم و گفتم راستش میخواستم بگم نگران خونه نباشین تا هر موقعی که دوست داشتین همینجا بمونیم از این به بعد هم به جای کرایه همون قبض آب و برق خودتون رو بدین که قطع نشه خوشهایی رو تو صورت ندا و چشماش دیدم ولی ایوب چهره برافروختهای به خودش گرفت با لحنی عجیب و صدای بلند چرا فکر کردی ما نوکر و کلفت شماییم که به خودت اجازه میدی برای ما تصمیم بگیری از برخورد و برداشت ایوب شوکه شدم اما باز با دیدن استرس و ترس تو صورت بچه‌هاش و ندا خجالت زده شدم سعی کردم آروم و خونسرد باشم اونم آروم کنم این چه حرفی ایوب جان شما تاج سر مایید فقط خواستم بگم نگران با همون لح دوباره پرید توی حرفم ببین ما صدقه خور نیستیم سریدار رو به پای خونه شما هم نیستیم لط کن هر چه زودتر پول پیش ما رو جور کن تا ما آخر این ماه میریم نگاه های پر از سوال و متعجب ندا نشون میداد که اونم جا خورده در حالی که از رفتارش عصبی بودم با لبخند موسیقی گفتم ایوب جان دعوا که نداریم هر موقع هم بفرمایید پولتون حاضره و بدون مکس شب خوبی داشته باشین رفتم خونه در و پشت سرم بستم با شنیدن صداهای قرولند بعدم پاهاشون که از پله ها داشتن میرفتم بالا فهمیدم دعواشون شده و بیرون رفتن کنسل شده دلم برای زن و بچهش سوخت از کارم پشیمون شدم ولی خب هر چی فکر کردم نه مامان آدمیمون بود که به کسی توهین کنه نه من توی این چند سالی که مستجرمون بودن بهشون بی احترامی کردم پس دلیل این همه تندخویی و پرخاش مال چیه دو هفته ای از موضوع گذشته بود ولی دیگه ندیدمشون روز جمعه از با کوبیده شدن در خونهشون از خواب پریدم بعدش هم صدای پایی که داشت از خونه میرفت بیرون از سفر گفتم و سعی کردم دوباره بخوابم ولی دقایقی بعد با صدای تقه هایی که به در خونه میخورد باز بیدار شدم انگار امروز خواب حرومه خوابالود رفتم جلوی در ندا بود در حالی که سعی داشت چشم توی چشم من نشه احوال پرسی کردیم آقا وحید شرمنده روم نمیشه توی روتون نگاه کنم با تعجب گفتم دشمنتون شرمنده ندا خانم مگه اتفاقی افتاده بغض شکست و با گریه گفت من نمیدونم این ایوب چه مرگش شده چرا انقدر آبروریزی ریزی میکنه زلیل مرده چند دقیقه حرف و در اصل درد و دل کرد گفتم ندا خانم مامان گفته بود که آقا ایوب از کار بیکار شده منم ازش دلخور نیستم ایوب هم مثل داداش خودمه و این چند سال جز خوبی ازش ندیدم لابد فشار زندگی و بیکاری اصابش رو خورد کرده لطفا زیاد بهش سخت نگیرید من شرایطش رو درک میکنم انشاالله شرایط رو به راه میشه نگران نباشید راستی خونه یهو پری توی حرفم و با گریه گفت برای همین مزاحمتون شدم هنوز نتونسته خونه گیر بیاره میخواستم خواهش کنم اگه اشکال نداره یک کمی بهمون همون وقت بدید عصبی شدم و گفتم ندا خانم مگه کسی ازتون خواسته که برید ایوب تحت فشار عقلش درست کار نمیکنه ولی از شما بعیده من اون حرفا رو زدم که با آرامش به مشکلات فکر کنه ندا خانم من آدم نمک نشناسی نیستم میدونم شما زحمت مامانو خیلی کشیدید تو رو خدا کم به این بچه های استرس بدید آخه مگه خولید شماها به خونه اصلا فکر نکنید تا هر موقع که خواستید اینجا بمونید انگار دلش قرص شد لبخند به لباش برگشت در حالی که داشت دعا و تشکر می رفت بالا همونطور که گفتم پول پیش خونه رو بهشون برگردون نما ظاهرا آرامش نسبی به زندگیشون برگشت دعواهاشون کمتر شده بود دیگه خیالم راحت بود که اوضاعشون خوبه اما چند ماه بعد یک روز نزدیک ظهر گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب که دادم دیدم املاکی محل بود میگفت عیوب کلید خونه رو برده داده بهش و گفته خونه رو خالی کردن و اونم میخواست مستجر پیدا کنه واقعا هنگ کرده بودم از رفتارش عجب آدم احمقی این بشه خب بی جور تو که پول گرفتی کار درست حسابی هم که نداری حالا میخواستی بری لاقل خبر میدادی یا هماهنگ میکردی که خونه رو نذاری به امون خدا و کلید و ببری بدی به این شیاد غروب که برگشتم خونه و در رو باز کردم یه کاغذ که چارتا شده بود از لای در افتاد توی خونه ظاهرا ندا نوشته بود سلام آقا وحید لطفا ببخش که به این شکل و بدون خداحافظی رفتیم راست شرکاری کردیم رومون نشد که وایسیم خداحافظی کنیم ایوب یه کار نگهبانی پیدا کرده و یه اتاق هم به خودمون دادن میریم اونجا لطفا حلال کنید راستش با وجود دلخوری که ته دلم بود یکم خوشحال شدم هم از اینکه وظیفه خودم رو در قبالشون انجام دادم هم این که بالاخره یه کاری پیدا کرده و شاید اوضایشون بهتر بشه منتظر بودم که چراغ سبز بشه و حرکت کنم صدای زنونه ای توی گوشم پیچید آقا گل نمیخوای قبل از اینکه نگاهش کنم احساس کردم چقدر صدا آشناس برگشتم به سمتش اما با دیدنش و قلبم تیر کشید ندا بود با سایبونی رنگ و رو رفته روی سرش چهره بیرمق و تکیده که دیگه هیچ نشونی از اون ندای شاد و سرزنده نداشت اونم با دیدن من دست و پاشو گم کرد و متعجب و بهت زده گفتم ندا خانوم اما تا به خودم بیام رفت و لای ماشینا گم شد با صدای بوغ ممتد های پشت سرم حرکت کردم ولی افکارم به هم ریخت حتما اتفاق بدی افتاده و الا آرامی نبود که بذاره ندا کار کنه اونم سر چهارا و گل فروشی توی بلبشوی افکارم از اونجا دور شدم اما کاملا به هم ریخته بودم یعنی تا این حد که اوضاعشون خراب شده که بخواد گل فروشی کنه دو روز بعد دو, دو تا چهارا پایینتر پیداش کردم و با اصرار ازش خواستم که بریم صحبت کنیم در حالی که آروم اشک میریخت فنجون رو هل دادم جلوش و پرسیدم بچه ها چطورن فکر کنم دیگه مدرسه میرن درسته لبخند تلخی روی لبش نشست و کلاس دومه و نازنینم میره اول. گفتم ایوب چیکار میکنه حالش خوبه سرش رو انداخت پایین مطمئن بودم اتفاق بدی افتاده ممکنه از هم جدا شده باشن در حالی که من مشغول خیال بافی و تجزیه تحلیل بودم سفره دلش وا شد از وقتی که پول پیش خونه رو از شما گرفت زد به سرش که بره توی بازار و با پسرخالش کار و کاسبی را بندازه البته این فکری بود که پسرخاله بی همه چیزش انداخته بود توی سرش پول رو سپرد به پسرخالش و یک سالی ظاهرا اوضاع خوب بود و تونستیم یه اتاق اجاره کنیم ولی فهمیدم یکی سرشون کلاه گذاشته و پول بالا کشیده هرچند میدونم که همه چیز زیر سر پسر خالشه آهی کشید و ادامه داد دوباره اوضا ایوب به هم ریخت و هر روز عصبی تر شد شروع کرد به با موتور کار کردن اما یک روز صبح که بارون میومد سر میخوره و تا آمبولانس بیاد برسونتش به بیمارستان تموم میکنه قهوه توی دهنم ماسید و تعم تلخ و گسش تا مغزم رسید اوت زده و بغز کرده فنجون رو گذاشتم روی میز و زبون گفتم چی مرد بدون حرف سرش رو به نشونه تایید چند تکون داد اشکم بی اختیار سرازیر شد عصبی و با هرس گفتم لعنت بهتون لعنت بهتون خب مثل آدم همونجا داشتید زندگیتون رو میکردید چه مرگتون بود در حالی که سعی گریه نکنه گفت میدونستم که این کل شقیهای های ایوب یه روز کار دستمون میده اما هرچی التماسش کردم که بمونیم خونه شما تا کاری پیدا کنه حرف توی کلش نرفت آخرش هم خودشو به خاک سیاه نشوند و ما رو بدبخت کرد ظاهرا راننده که توی صحنه بوده میگه اون زده بهش و از بیمه ماشین استفاده میکنه سهم بچه ها توقیف میشه تا به بلوغ برسن و با سهمی که به مادر ایوب و ندا میرسه یه خونه رهن میکنن و با همین دستفروشی زندگی رو میگذرونه یک ساعتی صحبت کردیم و توی فرصتی که ندا بی به صورتش بزنه هر چی پول نقد داشتم چپوندم توی کیفش و با بیرون اومدن از کافه خداحافظی کردیم تا چند روز بد جوری حالم خراب بود و خودم و مقصر میدونستم شاید اگر پول پیش نمیدادم و اصلا باشون صحبت نمیکردم اینجوری نمیشد شاید ثواب کردم و کباب شدم اما دیگه این گرها و ها فایده نداشت باید یه کاری میکردم به کمک دوستام یه کار خوب برای ندا پیدا کردم و سعی کردم به بهونههای مختلف کمکش کنم یک سال گذشت و قرارداد ساکن طبقه بالا با ما تموم شد و من ازش خواستم که بلند شه از قبل تصمیمش رو گرفته بودم بچه ها و ندا رو میخواستم برگردونم اون یکم مقاومت کرد اما در آخر به اون خونه اسباب کشی کردم در همین اسنا بود که من با ندا رفت آمدهای زیادی میکردم و یهو حس کردم که دارم عاشقش میشم و اونم در دقیقا همین حس به من داشت بهش پیشنهاد ازدواج دادم و باهاش ازدواج کردم الان ازش یه دختر دارم و بچهاشو پذیرفتم اون همیشه از مادر من مراقبت میکرد و مادرم هم خیلی دوستش داشت یه جورایی حس میکردم که انگار مادرم هم از این ازدواج خوشحاله و الان زندگی خوب و بدون مشکلی رو داریم تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی عجها با شدت خسرو به شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی آترت کی رقم فیس پذیرت حیحات مگر از نقش پراکنده و ساده کنی کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ ای بسا عشق که با بخت خدا داده کنی ای سبا بندگی خواجه جلالت دین کن جهان, جهان پرسمن, پرسمن و سوسن و, سوسن و, آزاده, و آزاده کنی تا داستان بعدی پرشور و با انگیزه مثل همیشه همراه رادیو ممنوعه بمونید